بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 30 تجوید قرار داریم، به ادامه درس 29 که ما راجع به دو صفات از صفات لازمه غیر متضاد ما گفتیم، که یکی صفت سفیر بود و یکی صفت قلقله. در این درس ما میخواییم که باقی 5 صفت باقی ماندهش تکمیل کنیم به صورت خلاصه، و که مجموعاً 7 صفت است که ما گفته بودیم که در صفات لازمه غیر متضاد 7 صفت است. آل صفت 3 صفت لین است. ما راجع به مد لین نمیگیم، راجع به صفت لین میگیم. صفت لین، خود لین در لغت نرمی را میگوین، و صفت لین تنها در 2 حرف دیده میشه، در حرف واو و حرف یا. وقتی که حرف واو یا حرف یا ساکن باشه و ما قبلش فتحه باشه، این صفت لین دیده میشه. مثلا و صیف، از ببینین که صاد فتحه داره و بعد از صاد یا سکون است، که فتحه یا سکون آمد. یکس ای صفت لین است. خوف، خا فتحه داره و واو سکون است، ای صفت لین است. قرائش، میبینین که را فتحه داره و یا سکون است. و یوم، یا فتحه داره و واو سکون است، ای صفت لین است. بازی را در قواعد تجوید میخوانیم که در کجا ما میتونیم که مدلین استفاده کنیم. صفت انحراف صفت 4 است. انحراف در لغت میلان میگن، و ایده 2 حرف دیده میشه در حروف لام و میم، که مخرج از یا از به سوی یکی دیگه منحرف میشن در بعضی حالات. مثلا را به طرف لام میره منحرف میشه، و بعضا لام به سوی را میره منحرف میشه. مثلا زیادترش را به طرف لام منحرف میشه، بسیار کم واقع میشه که لام به طرف را منحرف شه. و به خاطر از اینکه به خاطر چرا را به طرف لام منحرف میشه، به خاطر که لام کلانترین مخرج داره. مثلا ببینین ارباب، ارباب، این کسایی که مخارج در نظر بگیرن فهمیده میشه، برشان میفهمن که فهمیده میشه که نوک زبان در پشت دندانا خورد، به چند دندان خورد. اصلا خب را باید به 4 دندان بخورن، اما از پیششان بعضی وقت 4 نمیخورن، به 4-5 طرف، به 5 که خورد یعنی نزدیک 6 میشه، 6 به لام میرسه. صفت تکریر، صفت تکریر صفت 5 است، و تکریر تکرار را میگن، و ایده یک حرف دیده میشه، و هم در حرف را که در جریان ادا یک نوع لرزه پیدا میشه در نوک زبان. و ای اولین صفتی است که باید ای در از تکریر جلوگیری شود، نباید را تکرار شود. مثلا اگر ما بگیم الرحمن، ای درست است. اگر ما بگیم که الرحمن، ای تکریر پیدا کرد، باید تکریر نشه، حرف را اتر لرزه لرزه نکنه. صفت 6 صفت تفشی است. تفشی در لغت انتشار و منتشر شده نمیگن، و ای تنها در یک حرف دیده میشه، و حرف هم حرف شین است، که وقتی که ما حرف شین ادا میکنیم در جوف دهن همی آواز منتشر میشه. مثلا شیئن، شیئن، ببینید که وقتی که ما شین میگیم، شین همی خودش آواز در جوف دهن منتشر میشه. و قرائش، ببینید که شین مثل از این که جوف دهن پاش پاش میشه، اینطور پاش میشه. این از صفت تفشی میگن، از نامشان فهمیده میشه که تفشی یعنی انتشار کردن یا پاش کردن. و
صفت آخری عبارت از صفت استطالت است که استطالت در لغت امتداد میگن و در یک حرف دیده میشه او در حرف دال است که ما گفته بودیم که در گذشته هم در درس ها گفته بودیم که حرف دال بسیار مشکل است تلفظش برای بعضی تا که خوب پرکتیس نباشه این مشکل است تلفظش و کنار زبان ای به دندان های آسیا باید تماس کنه و در ادای از این یک نوع درازی و امتداد دیده میشه. مثلا غیر المغضوب ولا الضالین. میبینین که در حرف داد یک اندازه درازی و امتداد معلوم میشه. دیگه ما در مجموع صفات متضاد اصلی و صفات لازمه متضاد یا صفات اصلی متضاد و صفات اصلی غیر متضاد اردوش تکمیل کردیم الحمدلله. و در درس های بعدی که درس 31 است ما آهسته آهسته باقی بعضی موضوعات باقی مانده را پیش میبریم و در ضمنش میخواییم که آهسته آهسته به قواعد تجوید هم داخل شیم. امید است که درس برستان ساده معلوم شده باشه و ما کوشش کردیم که درس 30 خود ساده تر بسازیم به خاطر از اینکه بعض از این صفات باید که عملی نشان داده شود تا که درست فهمیده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.